مرد شریر در همه چیز موفق است در همه چیز یعنی شرارت انسان ها حتی با ابزار مانند خود بزرگ بینی و غرور میتونه باعث پیروزی ها بشه موفقیت ها بشه اما باعث کامیابی نمیشه رستگاری نمیشه روی زمین پیروزن ولی آنچه را که خدا براشون مهیا کرده در آسمان اون نصیبشون نخواهد شد مرد شریر در همه چیز موفق است اما کامیاب نیست او دشمنان خود را به هیچ می شمارد و نمی تواند داوری خدا را بفهمد در که درستی نداره در دل خود می گوید هرگز نخواهم افتاد و هرگز مشکلی نخواهم داشت چرا که این نوع افراد زمانی که فقط تکیگاهشون به خودشون هست حتی اگر تصوری بکنن که خدایی هم وجود داره یه تصوری دارن سنتی هست در یک خانواده مذهبی متولد شدن و باور مذهبیشون رو دارن اما چون خدا رو نمیشناسن هرچند ادعا میکنن دوستش دارن مراسم رو انجام میدن و سعی میکنن توی مراسم آنچه که درست هست رو انجام بدن اما تکیه نمیتونن به این خدا بکنن چون نمیشناسن این خدا چقدر پر از محبته این خدا چقدر عادله این, چ... این خدا چقدر رحیمه این خدا چقدر حکیمه این خدا چقدر منو دوست داره و من چقدر برای خدا ارزش دارم این رو نمیدانند و چون نمیدانند یک رابطه معمولی و بیزینسی دارن فقط برای نیازهاشون فقط برای خواسته های دلشون میرن به حضور خدا اونم هم اکثرا هم مال خودشون چون کسی که خدا رو میشناسه چشمان اون افراد خدا شناس چشمان خدا میشه احساس خدا میشه کلام خدا میشه آرزوهای خدا میشه که جهانی هست برای همه هستش و این افراد فقط نسبت به نیازهاشون و همین که نیاز برطرف میشه حالا در هر مذهبی که باشه در هر باوری که باشه نیازی که برطرف شد دیگه کاری به خدا نداره شخصی یک باره مهمانانی وارد خونه میشن و میبینه تو خونه چی نداره سری میپره سوار ماشین میشه و میره تو یک شاپینگ سنتر یک فروشگاه میبینه توی پارکینگ تمام ماشینا اومدن و پر شده و نمیتونه جایی رو پاک کنه میگه خدای خواهش میکنم یه, یه پارکینگ خالی رو هم بده الان آبروم میره من باید خوراک آماده کنم سری خواهش میکنم خداوندو و میدونم از دست من ناراحت هستی میدونم خداوند به تو وقت نمیدم کلام تو رو نمیهمینطور همینطور داشته با خدا صحبت میکنه یه ماشین میره از جای پارکینگ بیرون این میگه خدا دیگه تو رو به درد سر نمیندازم ممنون از محبتت الان خودم یه جا پیدا کردم افراد مغرور حتی نسبت به خدا اینگونه هستن برای همین نویسنده اعلام میکنه که اونها نمیفهمند. و ادامه میده در دل خود میگویند هرگز نخواهم افتاد هرگز مشکلی نخواهم داشت سخنانشان سراسر دروغ نفرین تهدید است و شرارت و گناه از زبانشان جاری است